به خدا سلام دوستان بعد از بررسی سفاز و وضعیت اصلی گیت بالاخره لحظه موعود رسید و ما میخوایم بریم اولین ثبت خودمون رو توی گیت انجام بدیم پس میریم سراغ پوشه گیت ورکمون که اونجا فایل های خودمون رو یا پروژه خودمون رو ایجاد میکنیم و روش کار میکنیم توی این قسمتی که گیت ریپازیتوری رو ایجاد کردیم که فایلش هم میتونید ببینید من میام کلیک راست شو مور آپشنز برای ویندوز 11 و اینجا open گیت بش here رو میزنم که در این مسیر git bash باز بشه و اینجا میبینید که برنچ من مستره که خب قرار شد توی فصل برنچ ها در خصوصش صحبت بکنیم یا شاخه ها اینجا اولین دستوری که میزنم میخوام وضعیت فعلی رو ببینم که چند چندم ببینم آقا شرایط چجوریه خب اینجا داره میگه که شما روی برنچ مستری گرچه اینجا هم به من میگه و نیازی به این نبود اینجا دوباره داره میگه که نو no کامیت یعنی میگه هیچ ثبتی تا حالا شما انجام ندادید خب درسته ما فایل و پروژه جدید ایجاد کردیم و تا الان هیچ ثبتی حتی ثبت اولیه رو هم انجام ندادیم قسمت بعدی داره میگه که آن files فایلز یعنی چی یعنی فایل هایی که رهگیری نشده اند این یعنی چی ببینید بچه‌ها گیت برای اینکه یک فایل یا فایل ها رو رسد بکنه و تغییراتش رو ببینه و به ما بگه و اونها رو ثبت بکنه حتما باید اون فایل ها رو به گیت معرفی بکنیم و بگیم که آی گیت این فایل ها رو میتونی رهگیری بکنی یا ترک بکنی خب پس ما اینجا تو مرحله اول باید فایل هایی که تحت عنوان انترکت فایل هستن رو به گیت بگیم که اینا رو رهگیری کن یا توی ترک لیستت قرار بده چجوری این کار انجام میدیم؟ خودش اینجا گفته گفته با دستور گیت add این کار رو انجام بدید که شامل بشه در کامیت یا ثبت بعدی یعنی من ثبتی بخوام انجام بدم حتما باید اینا رو اضافه بکنم درسته؟ پس من اینجا میگم که گیت add خب دستور چجوری فایل؟ این سه نقطه ای که داره یعنی اینکه میتونیم چند تا فایل بذاریم پس من اینجا فایل رو میگم فایل چیه ایندکسه من اینو بزنم تبو بزنم خودش اوکی میکنه برای من درسته و اگر بخوام اضافه بزنم مثلا توی یک دستور بعدی رو هم بزنم میتونم به این شکل اضافه بکنم خب این از این پس من تکی میتونم اضافه بکنم فعلا تکی اضافه میکنم فعلا میام گیت اد ایندکس دات رو میزنم اینتر هیچ پیامی به من نمیده دوباره گیت استیتوس رو میخوام بزنم ببینم وضعیت چجوریه این دفعه وضعیت فرق کرد اینو بزرگش میکنم که بهتر بتونیم ببینیم وضعیت فرق کرد روی برنچ مستریم کامیتی ثبت نشده آها اینجا changes to be committed این یعنی اینکه این فایل در staging area قرار گرفته همون فضای میانی یعنی اگر من الان یک ثبت انجام بدم فقط و فقط این فایله که تغییراتش ثبت میشه این فایل تغییراتش ثبت نمیشه اوکی پس اگر من یک ثبتی انجام بدم فقط تغییرات همین ثبت میشه اگر بخوام تغییرات این یکی هم ثبت بکنم این رو هم جداگانه میتونم اضافه بکنم git add style.css و اینتر حالا دوباره گیت status جهت بالا دوباره بالا اینتر میبینید رنگش هم سبت. سبز, شده سبز یعنی اینکه آماده است برای ثبت یعنی من دستور کامیتر ثبت رو بزنم این دوتا فایل با هم ثبت میشن پس اگر اینجا می‌زدم این یکی توی ثبت انجام نمی‌شد و توی تغییرات گیت ریپوزیتوری اینا نمی‌رفت. خب این الان آماده است برای ثبت. برای ثبت ببخشید چی گفتم. پس الان چی شد؟ رفت توی استیجینگ ارییا. اجازه بدید من بیارم دوباره این رو با هم ببینیم. اینجا ورکینگ دایرکتوری ما بود. تغییرات رو انجام دادیم که البته دفعه اول دیگه کلا خودش تغییره. این کاری که ما اینجا انجام دادیم در واقع با گیت اد انجامش دادیم فرستادی مسیجینگ اریا رنگش سبز شد آماده است برای ارسال به این ارسال به این رو چجور انجام میدیم باید کامیت کنیم یا ثبت بکنیم تغییرات خودمون رو پس میریم سراغ کامیت کردن من اینجا میخوام کامیتش بکنم میگم یه سری دستورات هم اینجا خودش پیشنهاد میده که اینها رو توی فصل بازگردانی و ریست و بازگشت, بازگشت به گذشته و اینا مفصل بحث خواهیم کرد میگیم که گیت کامیت دو تا ام داره بچه گیت کامیت میخوام این رو کامیت بکنیم خب دستور کامیت رو همینجوری اجراش میکنیم اینتر میزنم ببینید در اولین مواجهه با این قسمت در واقع یک ویرایشگر متنیه خط فرمانی یا در واقع توی این سیستم عامل ایجاد میشه یک رابط کاربری جدا نداره مثل نوت پلاس پلاس و نوت پد و اینا خب همینجا باز میشه اینجا از من میخواد که آقا توضیحات تو در خصوص این تغییر بنویس برای من که دقیقا چی کار کرده این تغییرات کمک میکنه که وقتی که مراجعه میکنید به گذشتتون ببینید برای این قسمت و این ثبت چه کارهایی رو انجام دادید من میگم که first commit این بچه ها ویرایشگری که اینجا هست ویرایشگر VIM وی یا ویرایشگر ویم یه ویرایشگر معروف توی سیستم های یونیکس یا لینوکسی خب من اینجا توی خط اول در واقع اومدم توضیح خودم رو نوشتم for my html اصلا template project حالا میگم که آقا اولی هست دیگه خب حالا میخوام از این خارج بشم باید چیکار بکنم باید اسکیپ رو بزنم این قسمت پایین میبینید تغییر کرد اسکیپ رو که زدم ESC درسته حرف در واقع دکمه بالا سمت چپ بالای حرف یا اون علامت مد اینجا باید بگم دو نقطه WQ که خارج بشه ثبت میکنه و خارج میشه رایت right میکنه و کویت میکنه اینتر رو میزنم خارج شد تغییرات من اینجا ثبت شد و توضیح میدی میگه دو تا فایل تغییر کرده 16 اینزرشن داشتی این اینزرشن یعنی 16 تا چیز جدید داشتی خط جدید داشتی خب اینجا گفته create mode فلان فایل فلان و فایل فلان این دوتا رو اینجا نام برده که آقا من تغییراتش اینجا ثبت کردم دوباره میگم git status ببینم وضعیت الان چجوریه git status میبینید میگه که روی برنچ مستری nothing to commit میگه هیچی برای کامیت وجود نداره working tree clean یعنی این پوشه های ما الان تمیزه و چیز وجود نداره که کامیت نشده باشه بریم یه تغییری دیگه بدیم ببینیم چه اتفاقی میافته خب من میام اینجا مثلا فایل این فایلی که اینجا هست رو یه تگ h1 اینجا ایجاد میکنم this is main title خب یه خط اینجا اضافه میکنم بعد میرم سراغ این حالا استایل نه استایل استای میذارم سر جاش بمونه یک فایل دیگه ایجاد میکنم به نام script.js میخوام یک فایل در واقع اسکریپت اینجا داشته باشم که توش حالا جی یا هر چیز دیگه ای هست حالا اجازه من اینا بنویسم که ناقص نمونه خب این از درسته حالا بریم دوباره گیت سیتوس بزنیم وضعیت رو ببینیم گیت خب یه فرقی کرد با مدل اولش با مدل اولی که در واقع اینجوری است مدل اول اینجوری بود که دو تا فایل ما داشتیم که تا الان وارد گیت نشده بود و این فایل ها آن ترک فایل هن. یعنی اینکه گیت اونا رو هنوز رهگیری نمیکنه اومدیم پایین تر هر دو تا فایل رو اضافه کردیم و یک کامیت زدیم و ثبت کردیم تغییرات خودمون رو درسته و حالا اومدیم یک فایل index.html رو ویرایش کردیم و یک فایل جدید اضافه کردیم خب اینجا ما مجدد برای اسکیپ.js مون دقیقا همون انترکت فایل رو داریم یعنی اینکه این فایل جدیده و هنوز توسط گیت رهگیری نمیشه میخوای اضافهش بکنی یا نه با دستور گیت اد این کار رو میشه انجام داد که انجام دادیم اما این دفعه index.html ما دیگه توی انترکت نیست چرا؟ چون ما یک بار اون رو ترک کردیم دیگه تمام شد رفت دفعه آیه بعد دیگه این وضعیت مدیفایت داره یعنی این تغییر کرده تغییر که کرده باشه دوباره میاد آماده میشه برای ثبت دوباره همون فرایند گیت اد رو ما باید برای این هم اضافه بکنیم مثلا من اینجا دوباره میگم که گیت اد js و در کنارش ایندکس.html رو هم اینجا میتونم بزنم پس چی شد فایل ما این دفعه تغییر کرد یعنی از قبل ترک شده راهگیری میشه اما این دفعه تغییر کرد دوباره میاد که ما این رو در واقع به استیجینگ بفرستیم با دستور گیت اد و بعد از اون اون عملیات ثبت یا کامیت رو انجام بدیم من هر دو تا اه... یه لازمه من اینا رو حذف بکنم کنترل ال بزنم خب من اینا حذف بکنم و دستور رو دوباره ببینید گیت اد دو تا فایل رو اینجا به یک بار من اینجا دادم اگر بخوام همه فایل ها با هم رو مشخص بکنم میتونم بگم استار یا دات همه فایل ها اینجا مشخص میشه من ستاره رو بزنم همه فایل ها رفت توی استیجینگ اریا حالا گیت استیتوس رو که بزنم اینجا می‌بینید این تغییرات آماده است که کامیت بشه در واقع این دوتا فایل ما که یکی ویرایش شده یکی فایل جدیده بچه این فایل جدیده درسته که تازه زدیم توی ترک قرار بگیره یا توی در واقع رهگیری گیت قرار بگیره modified و نیو فایل دقیقا داره به ما میگه رفته توی استیجینگ حالا میخوایم که اون کامیت رو دوباره انجام بدیم این دفعه من کامیت رو یکم متفاوتتر انجام میدم نمیخوام اون ویرایشگر ویم که کمی هم سخته و اذیت ممکنه بشید اون رو باز بکنم اصلا نیاز به ویرایشگر ندارم همینجا توی خط فرمان سری میخوام پیاممو بنویسم تموم بشه بره به کارش من اینجا میگم گیت کامیت خب این دفعه اینتر نمیزنم میخوام پیام رو بنویسم مسیجم بنویسم اینجا باید بگم داش و در ادامه اینجا پیام خودم رو می‌نویسم خب قطعا پیام من اسپیس داره بر همین داخل دابل کوتیشن می‌نویسم پس اینجا پارامتر داش ام رو می‌فرستیم به منزله اینکه آقا ما می‌خوام اینجا پیام رو همینجا بنویسم دیگه برای من ویرایشگر باز نکن حالا اینجا من میگم add script.js for نه دیگه من add script.js and edit index کفایت میکنه خب همین رو من اینجا اینتر میزنم کامیت من اینجا انجام شد دو تا فایل تغییر کرده چهار خط اینزرشن ما داشتیم و یک خط دیلیشن داشتیم یعنی یک خط حذف شده و اینجا هم یک حالت جدید برای اسکریپت ایجاد شده چون فایل جدید ما هستش دوباره گیت استیتوس وضعیتو ببینیم بله میبینید که اون تری یا اون شاخه پوشه ما در واقع تمیزه و هیچ چیزی برای کامیت وجود نداره نه چیزی تغییر کرده نه یک آن فایل جدید داریم که ترک نشه نه اینکه توی استیجینگ اریای ما چیزی هست اما بریم یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنیم بریم توی اسلاید ها ببینیم که اینجا چی داریم تو قسمت ها قبلی ما در خصوص سه فاز یا سه وضعیت اصلی گیت صحبت کردیم خب درسته اما اینجا میخوایم یه کم متفاوت ترش بکنیم ببینید ما انواع فایل هایی که توی در واقع گیت داریم توی ریپوزیتوری و ورکینگ دایرکتوری گیت داریم چهار مدل اصلی یا چهار نوع فایل اصلی اولی که آنترکت یعنی اون فایلی که هنوز به گیت اضافه نشده و اولین رهگیری رو انجام ندادیم و گیت هم به اون کاری نداره بعد از این آن مادیفایده یعنی فایلی که هنوز ویرایش روش صورت نگرفته و تغییر نکرده حالا جهتاش که بیا کامل متوجه میشیم یعنی uh, فایلی که در واقع ترک شده یک بار ولی هنوز ویرایش نشده برای تغییر بعدی آماده بشه اگر خاطرتون باشه index.html ما دقیقا بعد از تغییر شد modified و تغییر پیدا کرد درسته؟ پس اگر فایل رو ما تغییر بدیم فایلی که در واقع توی گیت ما اضافهش کرده باشیم قبلا تغییر بدیم میاد توی وضعیت modified قرار میگیره و در نهایت فایلی هم که ما در واقع با گیت اد دستوری روش اجرا میکنیم به استیجینگ area اضافه میشه و بهش میگن استیج فایل یعنی فایلی که در واقع اصلاح شده و آماده است برای کامیت شدن خب ما دستورات مختلفی داشتیم اولین چیزی که داشتیم برای اولین بار فایل های ما آن track بودن و با دستور گیت add باعث میشد که فایل آن track ما یا اون فایلی که رهگیری نمیشد بلا فاصله به استیجینگ area بره یا وضعیتش استیج بشه. مرحله بعدی ما اومدیم با دستور گیت کامیت، اون کامیت رو انجام دادیم. کامیتی که انجام میشه، خب وضعیت فایل از استیجد بعد از کامیت شدن به آن تغییر میکنه. میگه آقا این کامیت شده، حالا دیگه خودشه هیچ تغییری نکرده و منتظر میمونه که تغییر بکنه یا تغییر نکنه پس بعد از این که ما کامیت انجام دادیم دیگه وضعیت فایل میشه آن مودیفاید یعنی آقا کامیت شده و تا بعد از کامیت هنوز تغییری انجام نشده روش مرحله بعدی دوباره ما اومدیم چیکار کردیم دیدیم که فایل index.html که یک بار کامیت کردیم دوباره تغییرش دادیم شده آن مودیفاید البته نه یک باری که کامیت کردیم آن مودیفایده و بعد از تغییر شده مودیفاید یعنی ما یک تغییر کوچیکی رو فایل که ایجاد کردیم از وضعیت آن مودیفاید به وضعیت مودیفاید تغییر پیدا کرد یعنی ویرایشش کردیم تغییر کرده و بعد از این ما دوباره اومدیم به استیجینگ اریا اضافه کردیم و دوباره اون کار یا اون عمل کامیت رو انجام دادیم که دوباره باز برمیگرده به آن مودیفاید اگر تغییر پیدا بکنه میره به مودیفاید بعد از تغییر اگر با دستور گیت اد ما اینو اضافه بکنیم میره به استیج و اون فرایند کامیتش رو طی میکنه یه مدل دیگه هم داریم یه دستور دیگه هم داریم که اگر بخوایم اگر مثلا ما اشتباهاً یک فایلی رو ترک کردیم و از وضعیت آن در واقع به وضعیت استیج و اینا برش گردونیم یا کامیت کردیم و اینا بخوایم کنسلش بکنیم و برش گردونیم میتونیم ریموفش بکنیم یعنی این امکان هم وجود داره که ما یک فایلی که توسط گیت رهگیری میشه رو بگیم آقا کلا بی خیال کنسل من پشیمون شدم و دیگه نمیخوام اون رو رهگیریش بکنم این دستور چیه بچه ها؟ این دستور گیت rm ام خود آر ام رو اینجا نزنید این آر ام مال خود نواقع گیت بشه ما دستور گیتشو رو میخوایم اجرا بکنیم این دستورش کمی متفاوته با اون دستور خود آر ام تنها پس git rm مثلا ما اینجا اسکریپت رو میخوایم که آن مودیفاید بکنیم git status اشتباه زدم خودش راهنمایی میکنه میگه که منظورت شاد این بوده از این جهت خوبه میبینید اینجا دیلیتت خورده درسته خب بریم سراغ پوشه ببینیم که آیا از اینجا هم هست شده یا نه بله از اینجا هم هست شده و بلا فاصله هم از توی گیت هست شده و دیگه دو مال اون نیست که بگه آقا یه فایل ما اینجا داشتیم نیست خب اینجور خودش در جریانه تنها تفاوتش همینه که گیت با مثلا جابجایی جایی با حذف اون فایل خودش هم میفهمه که آقا اون فایل حذف شده و دیگه چکنم کنم نمیکنه کنم نمی کنه که آقا این فایل کو بعد ما بگیم که آقا این حذف شد نه اون خودش دیگه همون لحظه متوجه میشه و وضعیتش رو به میده وضعیت دیلیتده. این رو من باید یک کامیت انجام بدم که این دیگه از توی فایل های من حذف بشه